سلام دوباره بینندگان عزیز شبکه محبت من ساسان توسلی هستم و این جلسه ششم درسای من هست تحت عنوان قلب شنونده دارم از کتابی تو این درسا استفاده می کنم که تیترش هست The Listening Life Adam مکیو نویسنده این کتاب هستش و داریم درباره اهمیت و جایگاه گوش دادن و شنیدن در زندگی یک ایماندار مسیحی با هم دیگه صحبت می کنیم. صحبت کردیم توی این جلسات گذشته که ما دعوت شدیم که انسانهایی باشیم که میشنویم و گوش میدیم چه به صدای خدا چه به صدای دیگران به خاطر اینکه با خدایی روبرو میشیم تو کتاب مقدس که خودش خدای شنواست خودش خدایی که گوش میده به دعاهای ما با مسیحی روبرو میشیم در اناجیل که گوش میده به انسانها گوش میده به افرادی که باشون داره روبرو میشه پس اهمیت گوش دادن و شنیدن در کتاب مقدس و در زندگی مسیحی رو با همدیگه داریم مرور میکنیم حالا قبل از اینکه درسمون رو ادامه بدیم یه حالت پرانتزی داره تقریبا این اپیزود توی این صحبت های نویسنده و اون صحبت خیلی مهمی هم هست صحبتی که زمانهایی که خدا به ما گوش نمیده گفتیم تو کتاب مقدس وقتی صحبت گوش دادن میشه که خدا گوش میده به دعاهای ما همیشه گوش دادن خدا همراه با عمله خدا فقط نمیشنوه که بگه خب من شنیدم خدا میفهمه خدا عمل میکنه خدا وارد صحنه میشه ولی تو همین کلام خدا هم ما میبینیم جاهایی که خدا میگه من به شما گوش نمیدم پس اهمیت این که این نکتهام خیلی باید روش توجه کنیم که تصور نکنیم که ما در هر شرایطی با شما هر کاری که خواستیم بکنیم بکنیم واسه خدا فرقی نداره هر وقت رفتیم به حضور خدا خدا اونجا هست که دعاهای ما رو بشنوه و به ما گوش بده خود کتاب مقدس به نظر میرسه داره یک تصویر دیگه ای رو از این رابطه خدا با ما معرفی میکنه نویسنده اشاره میکنه به یه سری از آیات در کتاب مقدس میخوام حالا براتون چند تا آیش رو بخونم. مثلا توی کتاب بذار با اشعیا شروع بکنیم کتاب اشعیا نبی فصل 59 آیات یک و دو هان دست خداوند کوتاه نیست که نجات ندهد و نه, و نه گوش او سنگین تا نشنود بلکه تقصیرات شما میان شما و خدایتان جدایی افکنده است و گناهانتان روی او را از شما نهان ساخته است تا نشنود زیرا دستان شما به خون آغشته است و انگشتانتان به تقصیر آلوده لبهایتان به دروغ تکلم می کند و زبانتان به انحراف سخن میگوید و صحبت نابی ادالتی رو نویسنده میکنه صحبت دروغ و شرارت رو نویسنده مطرح میکنه یعنی صحبت اشعیه اینه که وقتی قوم خدا زندگیشون جامعهشون روابطشون پر از گناه و شرارته پر از بیعدالتیه پر از ظلم هست پر از دروغ و نفرت هست میگه دعاهاتون رو خدا گوش نمیده گوشش دیگه به دعاهاتون توجه نمیکنه دست خدا کوتاه نیست گوشش سنگین نیست گناهان شماست که باعث شده که خدا به, به،, به دعاهاتون گوش نده تو کتاب تو کتاب آموس رو آ... کتاب آموس یکی از انبیای عهد عتیق تو فصل پنجم همچین آیاتی رو میبینیم از آیات 23 به بعد میخونم کلام خدا میگه که سر و صدای سرودهایتان را از من دور کنید من به نوای چنگهای شما گوش نخواهم کرد بلکه بگذارید انصاف همچون آبجاری شود و عدالت همچون نهر دائمی صحبت آموز خیلی زیباست میگه سرود و پرستش در معبد من دنبال اینا نیستم اینا رو دیگه نمیشنوم من دنبال عدالت و انصافم عدالت و انصاف رو برقرار کنید قبل از اینکه بیاید در معبد برای من سرود بخونید و من رو بپرستید ولی این تصویری که من به نوای چنگهای شما گوش نخواهم کرد فکر نکنید من لذت میبرم از این سرود و پرستش اگر زندگیت داره انکار میکنه حقیقت وفاداری و قدوسیت من یه آیه خیلی سنگینی من مدت بود این آیه رو حضور ذهن نداشتم یه آیه خیلی جدی خیلی تکون دهنده باید برای همه ما باشه از امثال سلیمان نویسنده نقل قول میکنه امثال سلیمان فصل 28 آیه 9 امثال سلیمان فصل 28 آیه 9 آنکه از گوش فرا دادن به شریعت سرباز سر باز زند حتی دعایش کراهت آور است آنکه شریعت خدا رو احکام خدا رو کلام خدا رو گوش نمیکنه اطاعت نمیکنه بی تفاوتی میکنه نسبت به اون زیر پا میذاره دعاش حتی برای خدا کراحت آوره پس هیچ نویسنده حالا صحبتش چیه؟ میگه به نظر میرسه خدای ما خدایی که گوش میکنه به کسایی که دارن در اطاعت از او و کلام او زندگی میکنن کسایی که خودشون دارن به دیگران گوش میکنن به خدا گوش میکنن کسایی که دارن از قدرتشون استفاده میکنن برای زورگویی زورگوی به ضعیفا کسایی که گوش خود گوش خودشونو نسبت به بیعدالتی نسبت به ظلم ها بستن اون کسان اون افراد هم خدا بهشون گوش نمیده به دعاهاشون به صداهاشون به فریاد و آه و و درخواستاشون به سرود و پرستششون تو نمیتونی خودت شخصیت خدا رو زیر پا بذاری احکام و کلام خدا رو زیر پا بذاری گوش خودت رو به صدای خدا ببندی بعد هر وقت خواستی بگی خب من وقتی حرف میزنم خدا حالا باید به من گوش بده صحبت این خدای شنونده رو میکنیم این خدای شنونده از ما میخواد که ما هم قلب شنونده داشته باشیم ما هم که ما هم, ما هم رابطه با او داشته باشیم که رابطه گفت و شنوده خیلی وقتا ما اصلا هیچ توجهی به کلام خدا به صدای خدا به صدای دیگران نمی کنیم ولی خیلی توقع داریم که خدا همیشه صدای ما رو بشنوه همیشه دعاهای ما جواب داده بشه ولی خدا دنبال قلب‌های خدا دنبال افرادی که با قلب فروتنی با قلب فروتنی گوشاشون بازه به صدای خدا به احکام و اطاعت از احکام خدا و به درد و نیاز دیگران پس این رابطه عدالت، ای رابطه قدوسیت رابطه اطاعت با گوش دادن با شنیدن روابط خیلی عمیقی داره دعای افراد ظالم دعای افرادی که اهل توبه نیستن دعای افرادی که خیلی از خود راضی از نظر روحانی انگلیسی میگه سلف رایشس کسایی که خودشون رو از دیگران برتر میبینن کسانی که دائم دارن با خشونت و بیعدالتی و ظلم به دیگران صدمه میزنن کلام خدا هیچ گارانتی نمیکنه که صدا خدا صدای اونها رو میشنوه پس باید این این هشدارها رو خیلی جدی بگیریم ولی خدا صدای کیا رو میشنوه کسایی که با قلب توبه با فروتنی با, با مهربونی نسبت به دیگران در رابطه با خدا در اطاعت از کلام خدا میان به حضور خدا حالا آیا به این معنیه که من, من میخوام اینجا حالا یه نکته خیلی مهمی بگم به این صحبت های من به این معنی نیست که اگر تو داری دعایی میکنی و احساس میکنی که دعات جواب داده نمیشه احساس میکنی که خدا تو رو نمیشنوه پس میگی که پس حتما من, من دارم گناه میکنم صحبت من این عذاب وجدانه علکی نیست صحبت من این نیستش که برای یه نفر علکی عذاب وجدان به وجود بیارم چون احساس میکنه که من نمیدونم چه گناهی دارم میکنم ولی دعاهام جواب داده نمیشه نه من صحبتم تو, این متون صحبت کسایی که میدونن چطوری دارن با ظلم با دارن در ظلم زندگی می کنند و با ظلم دارن به دیگران ضربه می زنن. بدون هیچ نوع توبه و فروتنی نه اینکه کسایی که میگن خب من که در اطاعت هستم من که اون چیزهایی که میدونم دارم انجام میدم پس چرا من صدای خدا صدا رو چرا خدا صدای من نمیشنوه منظورم اون افراد نیست همیشه اگر تو باور داری که داری در برطبق طبق نوری که داری در کلام خدا راه میری ولی جواب دعات اونطوری نیست که توقع داری همیشه جواب دعا بله نیست خدا دعاهای ما رو میشنوه دعاهای فرزنداشو بعضی وقتا میگه بله بعضی وقتا میگه نه بعضی وقتا میگه الان وقتش نیست صبر کن نه هم یه جوابه صبر کنم یه جوابه پس علکی خودتو ملزم نکن که پس اگر دعای من جواب پیدا نمیکنه حتما خدا دعای منو نمیشنوه چون من گناهکارم نه اگر به مسیح ایمان داری اگر داری بر طبق کلام زندگی میکنی اگر با فروتنی داری اعتراف میکنی به گناهات اگر میخوای که به طرف مسیح حرکت کنی ولی اونطوری که توقع داری دعا جواب داده نمیشه یا فکر میکنی که از خدا خبری نیست یا سکوت خدا رو داری حس میکنی اون شامل این آیات نمیشه این آیات با کسایی داره صحبت میکنه که خیلی واضح دارن در گناه و ظلمت زندگی میکنن خیلی بی تفاوتن نسبت به خدا نسبت به قدوسیت نسبت به کلام خدا فقط فکر میکنن که خدا وظیفه داره که همیشه بشینه و به اونها گوش بده و بر طبق مرادشون انجام بده پس ولی این صحبتی که حالا پس میخوایم صحبت رو ادامه بدیم ولی این واقعیت که نه خیلی وقتا در زندگی مسیحی ما داریم با خدا راه میریم در گناه و سرکشی زندگی نمی کنیم کلام خدا برامون مهمه ولی احساس می کنیم که از خدا خبری نیست احساس می کنیم که سک آسمان در سکوته احساس می کنیم که از حضور خدا برکت خدا خبری نیست احساس می کنیم که خدا نمی شنبه. خدا توجه نمیکنه خب از عزیزان یه اصطلاحی به درست کرده بودن عزیزان ایرانی پناهنده که اینجا آنتن نمیده اینجا از دعا خبری نیست از خدا خبری نیست پیام ما به خدا به آسمان نمیرسه نه خدا خیلی وقتا عزیزان نویسنده اینجا اشاره میکنه که تجربه ما از سکوت خدا رو نباید فکر کنیم این واقعیت خود خداست خدا هست خدا میشنوه خدا میبینه خدا باد حضور داره ولی تو شاید احساس تنهایی میکنی این هم یک واقعیتی در زندگی روحانی در تاریخ کلیسا این واقعیت رو داشتیم اصلا یه عارف مسیحی تو قرن 16 به نام سین جان آف ده کراس یوهننای صلیب شاید بهش بگیم به فارسی مطمئن نیستم یه کتابی می نویسه درباره شبهای تاریک روح The Dark Night of the Soul اون شب اون تجربه ها اون فستایی که داریم که انگار در بیابانیم انگار درهای آسمان بسته است انگار از خدا خبری نیست در ظلم و گناهی هم زندگی نمی کنی و میدونی که خدا رو دوست داری باور داری که خدا تو رو دوست داره ولی در تنهایی هستی شاید در یأس و ناامیدی در افسردگی نویسنده اشاره میکنه که مادر تریسا هم همچین احساساتی رو داشت بانهافر هم همچین احساساتی رو داشت این شبهای تاریک روح این هم قسمتی از فستهای زندگی یک ایماندار مسیحیه ولی این به این معنا نیست که خدا نمیشنوه خدا گوش نمیده خدا درک نمیکنه خدا تو رو دوست نداره خدا تو رو تنها گذاشته این به اون معنی نیست شبهای تاریک روح رو هم نویسنده سین جان آف ده کراس مطرح میکنه میگه ول نکن خدا رو به چسب ادامه بده ناامید نشو چون تو اون شبهای تاریک زندگی تو اون فصلهای خشکی که خدا داره یه کار امیختری رو یه کار جدیدی رو در تو شروع میکنه خدا توی اون تاریکی ها خدا تو اون تنهایی ها خدا تو اون بیابان ها میخواد به تو یاد بده که تو در حضور او باشی دنبال فقط برکات خدا نباشی دنبال جوابهای دعا نباشی دنبال آرزوهای برآورده نباشی دنبال هدایا و برکات خدا نباشی دنبال خود خدا باشی حضورش رو بطلبی خیلی وقتا سکوت خدا هم برای اینه که من و او با هم رابطه عمیق‌تر و نزدیکی داشته باشیم حالا درباره این موضوع صحبت میکنیم. توی رابطه زناشویی توی رابطه دوستی قرار نیست که شما همه با هم صبح تا شب فقط حرف بزنیم بعضی وقتا با هم هستیم نشستیم با هم حضور داریم در سکوت در اون سکوت هم خدا حاضره و داره در ما کار میکنه پس با امید ادامه میدیم چون خداییه که ما رو میشنوه خداییه که عاشق ماست خدایی که ما رو دعوت میکنه به دیگران گوش بدیم به او گوش بدیم و در محبت به او و دیگران در زندگی جلو بریم مرسی که با من بودی تو این جلسه تا هفته آینده خدا نگهدار.